سرخط مهمترین خبرها. محل بودوباش اشرف غنی توسط انترپول شناسایی شد و همچنان آمار و مصرف تکان دهنده در طی 20 سال گذشته در افغانستان توسط آمریکا و همچنان خبر خوش ذبیح الله مجاهد با تمام مردم افغانستان از همه اقوام و در پایان آمار تکان دهنده دلار از افغانستان خارج می شود. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. 240 هزار کشته و بیش از 2 تریلیون دلار هزینه حاصل حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان. مؤسسه امور عمومی و بین‌المللی واتسون در دانشگاه براون آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا در افغانستان که از پاییز 2001 آغاز شد و تا چند روز دیگر پایان می‌یابد 2.26 تریلیون دلار بوده است که معادل به 2000 میلیارد دلار می‌شود. با گزارش سپوتنیک، دانشگاه براون یونیورسیتی با انجام یک بررسی همه‌جانبه برآورد کرد که ایالات متحده در 20 سال گذشته که از 11 سپتامبر 2001 میلادی آغاز شده در مجموع 2.26 تریلیون دلار برای جنگ در افغانستان هزینه کرده است. این بدان معنا است که این جنگ روزانه 300 میلیون دلار برای آمریکا خرج برداشته و سرانه آن به اعضای هر افغان معادل 50 هزار دلار بوده است. از سوی دیگر بر اساس اعلام مؤسسه امور عمومی و بین‌المللی واتسون، تا یک مدت 341 هزار نفر به طور مستقیم در نتیجه این جنگ کشته شدند. تا این 20 سال در مجموع 2448 هزار نظامی افغانستان و نیز 1144 نفر از نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در این جنگ جان خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که 69 هزار نیروهای افغان نیز در این جنگ کشته شدند. در میان کشته شدگان همچنین 72 روزنامه‌نگار و 444 نیروهای امدادرسان وجود دارند. بر اساس اعلامیه مؤسسه امور عمومی و بین‌المللی واتسون، این آمار شامل کسانی نمی‌شوند که به دلیل بیماری، عدم دسترسی و غذا، آب و زیرساخت‌های دیگر نتایج غیر مستقیم جنگ جان خود را از دست دادند. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خوردهش در حالی از افغانستان عقب نشینی می کند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیار از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست های خورده آمریکا در افغانستان می دانند. حالا بپردازیم به خبر دیگر. نخستین نشست خبری سخنگوی طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت برای نخستین بار در مقابل رسانه ها ظاهر شد و اعلام کرد که تلاش ها و گفتگو برای تشکیل حکومت جدید ادامه دارد. مجاهد که پیش از این تصویری از او نشر نشده بود در این نشست به مردم اطمینان داد که حکومت آینده کشور بر اساس دین اسلام همشمول خواهد بود و مطابق با احکام اسلام همه اقشار جامعه در آن سهم خواهند داشت. او درباره فعالیت رسانه ها خصوصا تاکید کرد که مطابق با ارزش های دین اسلام و فرهنگ مردم افغانستان به فعالیت خود ادامه دهند و هیچ گروه حق دخالت در این زمینه را ندارند. سخنگوی طالبان از رسانه ها خواست تا با حکومت جدید در پیشبرد امور کاری همکاری و با تهیه گزارش های مختلف مسئولان حکومت را برای برچیدن نابسامانی ها کمک کنند. همچنان مجاهد در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مبنی بر فعالیت و حضور زنان در جامعه گفت که زنان بخش مهمی از جامعه هستند و چگونگی فعالیت آنان بر اساس آموزه های دین اسلام در اجماع مشخص شده و طالبان نیز به جایگاه و حقوق آنان ارج می‌گذارند. او در پاسخ به پرسش ها درباره چگونگی ساختار حکومت آینده، فعالیت زنان در رسانه ها و تغییر پرچم کنونی که برای چگونگی ساختار و تأسیس حکومت جدید تلاش ها جریان دارد. سخنگوی طالبان در مورد فعالیت حضور زنان در رسانه ها پاسخ روشنی نداد و تأکید کرد تصمیم گیری در این مورد از صلاحیت حکومت های آینده است. مجاهد همچنان در پاسخ به تغییر پرچم کنونی توضیح داد که بزرگان سیاسی در این زمینه تصمیم می گیرند
و بر اساس خواست عموم مردم افغانستان اقدام خواهد شد. ذبیح الله مجاهد در این نشست خبری و تمام مردم کشور اطمینان داد که از جان و مال آنان در برابر هر گونه اقدام افراد سودجو و فرصت طلب دفاع و حراست خواهند کرد. او افزود که حکومت آینده برای نابودی کشت کوکنار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، توسعه و انکشاف در کشور و حمایت‌های جامعه جهانی نیازمند است و از جامعه جهانی خواهان همکاری با حکومت آینده در افغانستان شد. سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر بازداشت یک شاعر در هرات نیز ابراز بی‌خبری کرد و تاکید کرد که هیچ شهروند افغانستان زیر پیگرد طالبان قرار ندارند و همه شامل فرمان عفو این گروه میباشند. مجاهد و کشورهای همسایه و منطقه جهان اطمینان داد که امنیت نمایندگی های سیاسی آنها را تامین میکند و هیچ خطری از افغانستان متوجه آنها نخواهد بود. و حالا میپردازیم به محل و بود و باش اشرف غنی فراری از افغانستان. اشرف غنی در حال حاضر گفته می شود بنابر خبرهای موثق که چند تجار افغان در آنجا زندگی میکنند میگویند که در ابوظبی پایتخت امارات متحده به سر میبرد. یک بازرگان مقیم دبی گفته است که ما به این فراری دزد در کامپاین انتخابات 2014 و 2019 میلیون ها دلار جمع کردیم. به والله قسم اگر در امارات از پیشم آرام زندگی کند. حالا میپردازیم به یک مطلب آخر. رسانه ها گفتند که بایدن قبل از قدرت گرفتن طالبان عرضه دلار به افغانستان را قطع کرد. یک روزنامه آمریکایی می نویسد که دولت ایالات متحده قبل از تصرف کابل از سوی طالبان تحویل دلار به افغانستان را قطع نموده بود. با گزارش سپوتنیک روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که رهبری ایالات متحده قبل از سقوط کابل توسط طالبان ممنوع در روسیه عرضه دلار را به افغانستان لغو کرد. بر اساس گزارش این روزنامه وزارت خزانه داری آمریکا انتقال محوله صندوق‌های نقدی چاپ شده برای افغانستان را همزمان با آغاز حملات طالبان و حرکت این گروه به سوی پایتخت افغانستان مسدود کرد. گفته می شود که این اقدامات به دلیل ترس از دسترسی طالبان به این پول‌ها بوده است. این در حالی است که واشنگتن پست نیز روزی گذشته 17 آگوست اعلام کرد که دولت بایدن تصمیم گرفته است که میلیون‌ها دلار را از ذخایر دولت افغانستان را که در مؤسسات مالی ایالات متحده نگهداری شده بلاک کند تا از دسترسی طالبان به این منابع جلوگیری شود. این نشریه به نقل از یکی از مقامات‌های دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه دارایی بانک مرکزی که دولت افغانستان در ایالات متحده دارد برای طالبان قابل دسترسی نخواهد بود.